براتون میخونم در مزمور 51 یک الی چهار که اعلام میکنه: ای خدا به حسب رحمت خود بر من رحم فرما. همون رحمتی که در انجیل یوحنا 3:16 است، میگه آنقدر خدا جهان را دوست داشت که یگانه پسر خود رو داد. داره اون اوج عشق خدا رو میگه توی رحمت خدا. پس نسبت به آنچه را که تصور میکنیم، آزرده دل میشیم، وجدانمون ناراحت هست، وقتی که به حضور خدا میریم به یاد انجیل یوحنا 3:16 بیافتیم: به حسب رحمت خود بر من رحم فرما، به حسب کثرت رأفت خیش گناهانم را محو ساز. پولس رسول که به خوبی همه میدونیم که یکی از مخالفین مسیحی ها بود و چقدر هم جنایت کرد در مسیحی ها کشت، وقتی با مسیح روبرو میشه، ملاقات میکنه، از روح خدا پر میشه، اونجا بود که محبت خدا رو درک میکنه. برای درک رحمت خدا نیاز داریم با خدا مدام ملاقات کنیم، مدام ملاقات کنیم که از رحمتش پر بشیم. بعد مثل پولس رسول که در افسوسیان 3:19 اعلام میکنه، اینگونه اعلام خواهیم کرد، میگه عارف شوید، یعنی بشناسید، شناخت کامل داشته باشید، عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است، فوق از اون محبت و شناخت شما فلاسفه درابیش دانشمندان که فکر میکنید خدا محبت است، با خدا ملاقات کنید و متوجه میشید رحمت و محبت خدا فوق از اون چیزی است که تا به امروز به شعر آوردیم، به نثری کشیدیم، به داستان و مثالی تعریف کردیم. عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است، تا پر شوید تا تمامی پری روح خدا، یعنی به توسط پری روح القدس ما میتونیم کاملا از رحمت خداوند پر بشیم. و ادامه میده: به حسب کثرت رأفت خیش گناهانم را محو ساز، مرا از عصیانم به کلی شسته شوده و از گناهم مرا طاهر کن، زیرا که من به معصیت خود اعتراف میکنم به گناه خود و گناهم همیشه در نظر من است، به تو و به تو تنها گناه ورزیدم. چی شد؟ آقای داوود شما زنا کردید، شما یه نفر رو کشتید، اونا چی میشه؟ داوود پادشاه داره اشاره میکنه به این اصل که زمانی که من گناهی میکنم از هدف اصلی خلقت دور شدم که شکل خدا بودن هست، بعد از اون هست که میزاد موقعیت های مثل زنا، مثل درو. اگر من نگاهم به رویایی که خدا به من داده که شکل خدا شدن هست، شکل اون، نه شکل پیغمبر، نه شکل امام، نه شکل استاد زمینی، فقط شکل خدا، تخفیف ندیم به خودمون، خدا قوتشو میده، قدرتشو میده، نه که اشتباه نمی کنیم، نه که گناه نمی کنیم، هرگز هرگز، با دوست فقط خداست، ما مقدسیم، یعنی جدا. داوود پادشاه متوجه این اصل شد که در اصل گناه به خدا کرده، چرا از اون هدف اصلی دور شده و بعد زایده گناهان و اشتباهات مانند زنا نیز شده و اعلام میکنه: و در نظر تو این بدی را کردم، تا در کلام خود مصدق گردی و در داوری خیش نیز مزکا شوی. در اصل داره میگه تو حق داوری خوب را داری، داوری تو پاک خداوندا، چون کاملا متوجه میشی من به تارگت نزدم، من کنار تارگت توش نزدم، من بیرونش زدم. یک دروغ مصلحتی، اگر یک تارگت رو در نظر بگیریم گرد توی تارگت، توی اون مرکز اون، اگر ما هدف هر چی بزنیم، هر کجا بزنیم درست زدیم، اما وقتی بیرونش میزنیم یک دروغ مصلحتی، قتل، زنا، هیتلر، از چشم خدا همه یکی، این عدالت خداست، همه یکی هم. چون تو هدف نزدیم و اون زایده بقیه اشتباهات و نیز گناهان خواهد شد.